بوکمال آخرین سنگر داعش بود. یه شهر کوچیک تو مرز عراق و سوریه. سقوط بوکمال مساوی بود با سقوط رسمی دولت داعش. واسه همین خود حاج قاسم رأساً فرماندهی عملیاتو به عهده گرفت. کار تو کوچه پس کوچه های بوکمال به جنگ رو در رو رسیده بود. اون شب کارمون گره خورد. بیشتر از اینکه نگران خودمون باشیم، نگران حاج قاسم بودیم که به هیچ وجه حاضر نبود بره عقب. ساختمونای نیمه مخروبه شهرم که پر از قناسه زن. ناچار تصمیم گرفتیم شبو توی خونه مستقر بشیم. آره چی شد؟ خیلی خوبه، اگه لازم باشه در رو تو دیوار میزنیم. نوری برو بالا. علیرضا مباهد مهدی تعمیم بدی سری. بگو ببینم ابو محمد، از اینجا تا لب فرات چقدر راهه؟ بالسیاره 5 دقیقه. تو مطمئنی؟ شیت گول انتها اینجا را مثل کف دستش بلده. بازی از سفیده خدیم بگو از شما بیاد. باشه. تنهایی؟ کسی همراهشون هست؟ آره با آقای سمدی رفته. ابو محمد برو بالا حاجی رو به منطقه توشی کن. بشم همینجا جبه امرجنسی بانسمان به تدین هست. فاتح میخوای بگم باندو به تدین محلی مرخو بسط بیارم بزنی بر بدن؟ نه من ندارم سیرو تعارف میکنی با ما؟ بابا چه تعارفی؟ اول این 2 دقیقه شما رو ببینیم تو هم میخوای برنش بوری آشپز کنم. چیکار میکنی بابا؟ این لباس پلو خوری من فردا پس فردا میخوام برم خواستگاری. کی به تو زن میده آخه؟ چشه جوان به این خوشگلی والا خود خودت چی آینه دیدی؟ آره خدا وکیلی من زشتم. نه تو خوشگلی. خیلی خسته بودم. بعد رسیدگی به مجروح پستای کیشیکو بین خودمون تقسیم کردم و افتادم. اصلا نفهمیدم اون یکی 2 ساعت چطور گذشت. فقط گاهی وقتی با صدای پای بچه ها که برای تعویض پست می رفتن چرتم پاره می شد. حاج قاسم اما انگار خواب نداشت. هنوز صبح نشده بود که دیدبانا بیسیم زدن و اوضاع آرومتر شده و داعشی ها عقب نشینی کردن. هرچند خطر قناسه زن هنوز سر جاش بود، اما حاج قاسم گفت جمع کنیم بریم. حاجی بچه ها آمادن، منتظر شما. آمادم حسن جان. با خودم گفتم چطور شده یه ها الان حاج قاسم به فکر نوشتن وصیت‌نامه افتاده. قرار شد حاج قاسم با دسته اول بره، من با دسته دوم بعد پاکسازی خونه. ابو محمد این دوتا اتاقو یه چکی بکن به جور سریفتر. اول فکر کردم کالکای عملیاتیه که جا مونده. شوف خویه یه بیت خالی، خونه خالی، خلاص. ابو محمد بیا اینو بخون ببینم چی نوشته. فکر کنم واجی جا گذاشته.
چیه؟ بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. آلت العزیز و محترم سلام علیکم. خانواده عزیز و محترم سلام علیکم. انا فقیران اسمی قاسم سلیمانی. من برادرتان قاسم سلیمانی هستم. حاجی نوشته بود من برادرتون قاسم سلیمانی هستم. من شیعم و شما سنی. البته ما هم به نوعی سنی هستیم، چون به سنت رسول خدا اعتقاد داریم و انشاءالله سعی میکنیم به راه و روش ایشون عمل کنیم. شما هم به جهت شیعه هستیم، چون اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم. من از قرآن کریم و کتاب صحیح و بخاری و کتب دیگهی که تو خونتون بود فهمیدم که متدین هستیم. اولا از شما میخوام عذر ما رو بپذیریم، چون بدون اجازه از خونتون استفاده کردیم. ثانیاً اگر خسارتی به خونتون زدیم حاضریم بهای اونو بپردازیم. من تو خونه شما نماز خوندم، 2 رکعتم به نیت شما خوندم و از خدا سبحانه و تعالی براتون عاقبت به خیری خواستم. پسر و برادرتون قاسم سلیمانی. حاجی انگار فکر کرده بود این چند خط هنوز برای ادای دین کافی نیست، واسه همین دوباره زیر امضاش اضافه کرده بود. اگه تصور میکنیم ما به خاطر تصرف بدون اجازه تو خونتون بهتون مدیونیم، این شمار تلفن خونه من. خواهش میکنم تماس بگیریم. من آمادم هر کاری شما بخواین انجام بدم. بعدم شمار تلفن خونش رو پایین برگ نوشتم. شما نوشتم بدش من. Thank you.